السلام عليكم دوستان عزیز، آغاز میکنیم قسم هشتمی درس دویم را و پیش از گذشتن درس برای شما این مثال منطقی را حل می نمایم. کدام رقم باید به جای علامت سوال گذاشته شود؟ خب برای حل نمودن مسئله منطقی زیرین ما از دو نمونه که آورده شده است استفاده می بریم. نمونه یکم اینه که دوره و گویم دایره به سه قسم جدا شده است. به قسم های اینه که یکش رو 17 گفتند، دیگرش 93 و سیومش 19، در دویمش 13، 45، 8. ما از این دو نمونه استفاده میبریم. یکم، و ما چنین شکل دیگرگونه اجرا نمودیم. 19 تری 17 اگر ما اجرا کنیم در قفص نویسیم. 19 تری 17 از 13 7 را گرم 6، از 8 1 را گرم 7 و 6 تقسیمی اگر ما 4 کنیم می براید 19. یعنی که از این رقم ما باید رقم بالای را ترک کنیم 17 را و به 4 تقسیم کنیم. برای دویمش بسنجیم، یعنی که قفص 45 طرحی 13 قفص تقسیم 4، این برابر میشد با 45 طرحی 13، این از 32، 32 تقسیم 4 8. جواب درست است، یعنی که برآمد. یعنی که این قاعده که ما معین نمودیم شکل دیگر کنی در این دو نمونه هر دوش را قناعت کرد. اکنون در سیومش ما میگذاریم به جای علامت سوال خود علامت سوال را، علامت سوال طرحی 24 قفص را میپوشیم، تقسیم 4 برابری 11. اکنون ما حاصل کردیم معادل را، یعنی که این است قفص، یعنی که علامت سوال طرحی 24 این نامعلوم است. برای یافتن تقسیم شونده ما حاصل تقسیم را به تقسیم کننده ضرب میکنیم. یعنی که یک گویم که علامت سوال طرحی 24 عدد باشد، ما یک عدد رو میابیم که هنگامی به 4 تقسیم کردن و 11 شود. البته که باید ما برعکس، یعنی که 11 رو با 4 ضرب کنیم. یعنی که علامت سوال طرحی 24 این برابر می شود به 11 ضرب 4. خوب برابر می شود علامت سوال طرحی 24 برابر است به 44. از اینجا علامت سوال برابر می شود به علامت سوال عددی است که ما از آن 24 را تر میکنیم، 44 حاصل میشود. برای علامت سوال را رفتن باید ما 44 را با 24 جمع کنیم. 44 جمعی 24، یعنی که به طرز دیگر بگیم برای رفتن طرح شونده ما فرق را با طرح کننده جمع میکنیم. علامت سوال
برابر می شود به 68. 68 سنجش کنیم، اگر 68 طرح 24 44 44 تقسیم 4 11، جواب 11 بوده است. اکنون میگذاریم به درس دوم قسم هشتمش. ما سوال داده بودیم که آیا در کدام حالت 1991 به 1729 برابر می شود؟ در حالت ضرب نمودن 19 ضرب 91 حاصل می شود 1729. شما می توانید این مثال را سنجید. تا مسئله رقمی 39 حل نموده بودیم، حل میکنیم مسئله رقمی 40. رقمی 40 همگی چند تا عدد 4 رقمه ترتیب دادن ممکن است که سوم رقم هایشان 2 باشد. حل کار کردن ممکن. اول ما کمی هم باشد شرط مسئله را شرح می دهیم، یعنی که عدد 4 رقمه باشد که رقم هایش را جمع کنیم 2 شود. مثال یک عدد 4 رقمه دلخواه را می گیریم 1123. این یعنی که سومه رقم هایش این برابر می شود با 1 جمع 1 جمع 2 جمع 3. با فکرم فهماست این برابر می شود به 2 جمع 2 4، 4 جمع 3 7. یک سوم رقم هاش 7 شد. با فکرم فهموش. اکنون ما عدد های رو باید نویسیم که سوم رقم هاشون به 2 برابر شود. این البته که اول عددی 2000 است، چون که جمع کنیم 2 رو با 3 نو جمع کنیم ملکه 2 می شود. یکمش 2000، دویمش ما در این شکل عدد، در این عدد جای رقم ها رو عوض کردن نمی توانیم، چون که 0 رو در اول نوشتن غیر امکان است. اکنون این است 2 تا 1، 1001. اکنون برای چه 1001؟ برای اینکه ما همون 2 را به 2 همچون 2001 نوشتیم، 1001 شد. اگر جمع کنیم 2 تا 0 جوابش 0، 2 تا 1 را جمع کنیم جوابش 2 می شود. اکنون جای 1 را عوض می کنیم، جای 1 آخران را، در یعنی که خانه 1 ها را به خانه دهی ها میکچانیم، یعنی که 1010 میشود. 1010 دویمش بود. سیومش خب نبتیش جای 1 را به خانه صدی میبیاریم، یعنی که 1100. خب باز روز کدام رقم شما میتونم رقم هایش 2. خب 2000، 1001، 1010، 1100. و فکرم 4 تا چنین رقم ها موجود است. جواب 4 تا. از کدام نون نگذاریم به حل کردن مسئله رقمی 41. از کدام
عددی چهار رقمه رقمه عدد یک رو طرح کنیم عدد سه رقمه حاصل می شود. حل خوب با فکرم فهمه است. برای حل کردن مسئله زیرین برای ما باید ما معلوم کنیم که عددی از همه کلانترین سه رقمه کدام است. البته که عددی کلانترین سه رقمه این 999 است و ما باید این رو باید جمع کنیم علاقه حاصل می شود 1000 جمع یک برابر می شود به 1000. از کدام عدد چهار رقمه عدد یک رو ترک کنیم عدد سه رقمه حاصل می شود. البته که این 1000 است. 1000 ترک یک این برابر می شود 999. یعنی که از عدد خردترین چهار رقمه ما یک رو ترک کنیم عدد کلانترین سه رقمه حاصل می شود. این بود جواب. جواب می شود 900 جواب 1000 و عدد سه رقمه 999. جمع جواب می شود. جواب دو هزار. خوب 1001 1010 و 1100. ستاید و جواب 1000. 1000 مسئله رقم 42 عددی 5 رقم کلانترین و خردترین را نویسید که آن تنها از رقم های تاخ ترکیب یافته باشد. عددهای 5 5 رقمه کلانترین و خرد ترین رو نویسید که آنها تنها از رقم های
طاق ترکیب یافته باشند. یک بار دیگر میخونم. عددهای پنج رقمه کلانترین و خردترین را نویسید که آنها تنها از رقمهای تاق ترکیب یافته باشند. اکنون خاطرسا میکنیم که عددی کلانترین پنج رقمه 99999 است و کلانترینش 10000 است. پنج رقم خردترین 10000 و پنج رقم کلانترین 99999. موافقی شرطی مسئله اینجا حل نویسیم. حل نقطه. اکنون همه رقم هایشون تاق. البته که فکر کنید رقمی از همه کلانترین تاق 9 است و از همه عددی کلانترین تاق این البته که 99999 است. این درست است. و از همه عددی خردترین تاق این 1 می باشد. پس این یک ها رو ما پای در هم میگذاریم. 5 تا 1 11000 11111 میشود. ما صفر گذاشته نمیتوانیم، برای آنکه صفر عدد جفت است و حل مسئله شده نمیتوانیم. جواب 99999 و 11111 خردترین. خب با همین درس را به انجام میرسونیم و در قسم مسئله های منطقی اگر توانید این مسئله منطقی را حل نمایید و مسئله دیگر که با واسطه چهار خط های راست